در خدمت سکا خانم الهه احمدی هستیم، قهرمان قهرمانان در مسابقات جهانی آلمان. ازشون میخوام که بیشتر خودشونو برای ما معرفی کنن و در مورد موفقیتشون برای ما توضیح بدن. الهه احمدی هستم، عضو تیم ملی در رشته تیراندازی، رشته تخصصیم تفنگ هستم. 14 سال هستش که توی انتی رو شروع کردم و علت اصلی هم که شروع کردم به خاطر وجود پدرم بودم. ایشون خودشون از قدیمیای تیراندازی بودن و بعد مربی کسبت مربیگری بودن و من تونستم تیراندازی رو از اونجا شروع کنم. 12 سال هستش که عضو تیم ملی هستم. 12 سال هستش که میام استادیوم آزادی رو تمرین میکنم. خدا رو شکر تونستم در مسابقات قهرمانی در واقع فاینال ورلد کاپ اسم تخصصش هست قهرمان قهرمانان بشم و مدال طلا رو بگیرم. خدا رو شکر این اتفاق افتاد، خدا من خیلی به من کمک کرد و در مسابقات قبل از اون هم در آذربایجان به همراه دوستم سهمیه المپیک کسب کردیم و تونستم تو اونجا هم مدال طلای جهانی رو بگیرم و امیدوار هستم که این روند قهرمانی هم برای من هم برای بقیه ورزشکار ادامه پیدا کنه تا المپیک. سطح مسابقات امروز به چه صورته؟ خب این مسابقات آزاد هست، مرحله چهارم هستش. سطح مسابقات خیلی خوبه ولی خب خیلی جا داره که بهتر از این بشه. علت اصلیش این هستش که خب این مقدار فقط این سالن هستش که مخصوص ورزشکار تیم ملی هستش تمرین میکنن و امتیازش با سالن‌های دیگه فرق میکنه، چون سیستم سوئیس اسکور داره و بچهای دیگه تو شهرهای مختلف باشگاه مختلف این سیستمو ندارن. یه مقدار نسبتاً رکوردشون پایین هست اما این دلیل بر نمیشه. تیمزه خیلی خوبی هم داریم که تو باشگاه و توی سیستمای قدیمی کار میکنن ولی رکوردهای خیلی خوبی میزنن، بازم جای شوک داره. ولی امیدوار هستم که این در واقع روند تجهیزات و امکاناتی که مختص بچه تیم ملی هست برای تمام بچه شهرهای مختلف فراهم باشه تا اونا هم بتونن تو این سالن تمرین کنن و شاید این باشیم که مسابقات آزاد آینده یه مسابقه ای باشه که سطحش واقعا بالا باشه، چون این استعداد پتانسیل توی دخترا و خانمای ایرانی خیلی زیاد هستش که تیراندازی ثابت کردن توی جهان. امیدواریم که یه جوری باشه که رقابت تو ایران خیلی سخت‌تر از رقابت در جهان باشه. وضعیت رقابتتون به چه صورتی؟ خب رقبای منظورتون رقبای خارج از ایران هست دیگه، درسته؟ خب همه اونها کسایی هستن که تجربه حضور در المپیک و فینال المپیک و مدالای جهانی مختلفی رو دارن. واقعا سطح بالا هستش و غیر قابل پیش بینی. فقط اون روز از نظر سطح ذهنی و روانی مشخص میکنه که کی میتونه مدال بگیره و از بین مدالیستا کی میتونه طلا بگیره. و اون هم در واقع داشتن تجربه بالای مسابقاتی خیلی کمک میکنه که تمام رقیبای ما در واقع این تجربه رو دارن، چون دائم در حال مسابقه دادن هستن. خداجو مسابقه تیراندازی توی سطح جهان خیلی زیاد برگزار میشه اما متاسفانه ما خیلی نمیتونیم به غیر از مسابقات مهم مسابقات خوب در واقع خارج از مسابقات جهان شرکت بکنیم. امسال فقط یه مسابقه آزاد اروپا دادیم که همون هم خیلی شروع کننده خوب بود، چون فروردین ها دادیم و خیلی بهمون کمک کرد و تونستیم رقبامون رو بیشتر بشناسیم. من میگم که واقعا رقبای خیلی آماده داریم برای المپیک. امیدوارم که ما هم به این سطح آمادگی بالا برسیم، بالاتر از اونها، و با توکل به خدا بتونیم تو المپیک نتیجه خوبی بگیریم. برنامه‌ریزی داشتیم برای تمرینات المپیکی؟ برای سهمیه المپیک؟ برای تمرینات المپیک. ببینید ما یه مسابقه دیگه ای داریم کویت که آبان ماه برگزار میشه، اون آخرین مسابقه ای که سهمیه المپیک. خب من خانم خدمتی که دیگه نمیتونیم بگیم چون گرفتیم. امیدواریم که این تعداد سهمیه ها بیشتر بشه توسط آقایون و بقیه بچه که سه بازیت میخوان تیراندازی بکنن. احتمالاً یعنی اینجوری که من میدونم به عنوان ورزشگاه بعد از اون مسابقات هستش که تعداد سهمیه ها مشخص میشه و نفراتی که قرار هست برن، از اون موقع به بعد تمرینات ویژه شروع میشه مربوط به المپیک. فعلا تمرینات ما برای مسابقات قهرمانی آسیا هستش و مسابقه قهرمانی آسیایی رشته بادی که هند قرار هستش هفته دیگه اعزام بشیم. فعلا تو این دوتا مسابقه ما داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم و تمرینات مربوط به این هستش. بعد از کووید یه استراحت کوتاه داریم و از اول دی ماه تمرینات سختمون شروع میشه به مدت 6 ماه برای اینکه بتونیم هم تو مسابقات مختلف شرکت کنیم هم تمرینات ویژه داشته باشیم برای المپیک. نقش حمایت خانواده‌تون رو برای آماده شدن شما برای مسابقات چطور؟
برای من یه نقش ویژه‌ای داشتن، چون من یه پسر کوچولو 2 ساله هم دارم. خب شرایط برای من خیلی سخت‌تر از کسای دیگه هستش و واقعا اگر خانواده من نمیخواستن همکاری بکنن، من اصلا نمیتونستم هیچ ورزش انجام بدم، چون وظیفه اصلی و مهم من به عنوان مادر این هستش که از بچه‌م مراقبت کنم. ولی خدا رو شکر که مادر خیلی مهربون دارم و یه همسر فهمیده که اونها هم در کنار من در ورزش به من کمک میکنن تا بتونم به هدفم برسم. و در واقع با برنامه ریزی هایی که من برای انجام دادن کارها و امور خونه دارم، برای نگهداری بچه و خیلی امور دیگه زندگیم، یه جورایی بهم کمک کردن، یه جورایی که نه خیلی جورایی مختلف بهم کمک کردن که همه اینها اجرا بشه برای اینکه من بتونم تمرینای خوبی داشته باشم و مسابقه بدم. با توجه به اینکه با اهداف سایت جهانی امداد قهرمانان آشنا شدین، لطف میکنین نظرتون در مورد این سایت بفرمایید و کمک که شما میتونید در جهت با این مسئله. خیلی خوشحال شدم، چون واقعا من تو این دوره بعد از بازی آسیایی که افت خیلی بدی داشتم و نتونستم عملکرد خوبی داشته باشم، بعد از 13 سال تیراندازی کردن از نظر ذهنی و روانی خیلی از هم پاشیده بودم. اگر پدر من نبود، مادرم و همسرم نبود، نمیتونستم از اون بحران روحی که داشتم. خب بلتی که بالاخره ورزشکارا بعد از یه مدتی که مثلا موفق هستن، اگر یه افتی داشته باشن از نظر ذهنی و روحی خیلی خالی میشن، ولی هیچ پناهی جایی رو نداشتم که مثلا برم. حالا من خدا رو شکر که الحمدلله خانواده‌مو داشتم که حمایت بکنه، ولی خیلی خوشحالم که یک جای رسمی به مثل سایت امداد ورزشکاران وجود داره که ورزشکارا میتونن برن از حال هم خبردار بشن و از اتفاقاتی که در گذشته برای قهرمانای دیگه افتاده و راههایی که پیدا کردن برای اینکه از اون بحران در بیان و دوباره برگردن به زندگی عادیشون، حالا چه واسه زندگی قهرمانی ورزشیشون همچین چیزی وجود داره. و من خیلی خوشحالم و واقعا ممنون هستم که از این اتفاق افتاده و هر کمکی از دست من برمیاد حتما کمک میکنه. ممنون از اینکه وقتتون در اختیار ما قرار دادید. خوشحال شدم.